جناب دکتر ابراهیمیان، میخوام از حضرت عالی شروع کنم. من چندین تلفن دریافت کردم و ایمیل و تکس که اینها میگفتند که اون چه که مایه تمام این توسعه تروریسم در دوران معاصر ما هست، با آشوب کشیدن خاورمیانه و اتفاقی که افتاده، این همانا اختلاف چندین دهه عرب هست، فلسطین عرب هست به طور کلی و فلسطین به طور اخص با اسرائیل. البته به نظر من این کوچک کردن مسئله است. شاید یکی از عوامل مؤثر، یک عامل بتونیم این اختلاف رو برشماریم، اون هم به طور نسبی تأثیرش رو ببینیم، ولی این تنها عامل نیست، این مسئله اصلی نیست. نظر شما رو میخواستم در مورد این برداشت. من فکر میکنم که اسرائیل و گرفتاری بین اسرائیل و عرب هم فدایی و در حقیقت قربانی این گرفتاری است که در خاورمیانه قبل از ایجاد کشور اسرائیل وجود داشته. در موقع ایجاد حکومت اسرائیل و در حقیقت 1947 سازمان ملل و جدا کردن عرب و اسرائیل وجود داشته، بعد از اون هم وجود داشته و بعد از اون هم وجود خواهد داشت. مشکل اسرائیل و فلسطین مشکلی است که در ابتداش یه مشکلی بوده، کمی که عرض کردم، زمینش، اختلاف زمین، اختلاف ملک، اختلاف تقسیم ملک بوده از نقطه نظر اسرائیلی ها. اسرائیل ها در طول سالهایی که مسئله خاورمیانه وجود داشته خیلی عملی فکر کردن. توجه داشته باشید که وقتی که در اواخر قرن 19 یهودی های جوان از اروپای شرقی قبل از ایجاد هر گونه نهضت رسمی سیاسی زیونیسم یا سیونیسم از اروپای شرقی و اختصاصا از روسیه به اسرائیل اومدن، اونجا اومدن که یک گوشه پیدا بکنن و در اونجا روی زمین کار بکنن، زراعتی بکنن، اونجا رو کشت و زر بدن و به تدریج در حقیقت یه زندگی تازه در اونجا برای خودشون بچینن. و به هیچ وجه مسئله به هیچ شکلی رابطه با گرفتاری با اسلام، اختلاف با اسلام وجود نداشته، اصلا و ابدا نبوده در این قضیه. و بعد از اینه که کار بالا گرفت و در تمام مراحل مختلفی که اشکال بین عرب و اسرائیل وجود داشته، اسرائیلی ها و یهودی هایی که در اونجا زندگی میکردن همیشه کوشش کردن زود کنار بیان و قبول بکنن. نمونه عرض میکنم، اولین باری که صحبت از تقسیمی در سرزمین فلسطین یا سرزمین اسرائیل شد، و من هم دو تا اسم به کار میبرم چون برای اسم اینجا مسئله نیستش، مسئله همونجاست که ما میدونیم کجا هستش، در 1936-1937 بودش که یه لورد پیل که مال انگلستان بودش میدونست، متوجه شد که یهودی ها و عرب با هم نمیتونن یک کشور متحدی رو اداره بکنن، یه سرزمینی رو با هم اداره بکنن، و تقسیم کرد، یه طرح تقسیم داد. طرح تقسیم لورد پیل در 1936-1937 این بود که 15% اون سرزمین رو بدن به یهودی ها و 85% رو بدن به عرب، و عربی که اونجا زندگی میکرده، اونایی که خودشون رو عرب و بعدن فلسطینی خواندن. و اسرائیل و یهودی ها فوراً قبول کردن اینا، برای اینکه برای اونا واقعا زندگی خیلی متزلزلی داشتن و به 15% برایشون یه جایی بود میتونستن توش زندگی بکنن، و عرب اینا اون موقع رد کردن. 1949 وقتی که در آرمیستیک تاک در صحبت‌های ترک مخاصمه رودز تقسیم بندی انجام شد، در اون موقع و همینطور در نوامبر 29-1947 دو سوم خاک اون سرزمین را به دست فلسطینی ها دادن، یک سوم به دست اسرائیلی ها. بعدم اسرائیلی ها قبول کردن و عرب رد کردن. بعد از اون هر جای دیگه و هر وقتی که هر اتفاقی افتاده، کسی که قبول کرده اون تقسیم را اسرائیلی ها بودن، قبول کردن اون تقسیم را. مثلا در کنفرانس لوزان در سال 1949 با تقسیماتی که در کنفرانس لوزان اتفاق افتاد، اسرائیل قبول کردن که اون سهمشون رو قبول بگیرن و به فلسطینی ها اجازه بدن که اونجا یه جایی پیدا بکنن برشون با زندگیشون رو ادامه بدن. بعد از 1967 در کنفرانس خارتوم که انجام شد،
اسرائیلی ها به عرب پیشنهاد کردند که تمام مناطقی را که در اثر جنگ 1967 که به تعرض مصری ها و توطئه مصری ها و شرکت سوریه و بعدا شرکت اردن به دست اسرائیلی افتاده بود همه را پس بدن، به یک شرط، به شرط اینکه واقعا یه صلح واقعی و یه صلح همیشگی، یه صلح دائمی و یه صلحی که لغت انگلیسیش فاینال، نهایی ایجاد بشه. عرب همیشه با لغت نهایی که اشکال داشتن، هیچوقت لغت نهایی رو دوست نداشتن، همیشه میخواستن همه چی تمپوراری، همیشه موقت باشه و منتظر مرحله بعدی بودن. من اینو میتونم لیست خیلی طولانی برای شما بدم، هم در تمام موارد مختلف گذشت از اسرائیلی ها بوده و انکار از فلسطینی ها بوده که این کار را قبول بکنن. اینه که مسئله اشکال عرب اسرائیل که در لحظه اول و سالهای اول مسئله زمین بود و بعدم در اون مورد اشکال این بود که فلسطینی ها و عربی که در اون سرزمین زندگی میکردن همیشه فکر کردن که به در حقیقت به گفته رهبرانشون میتونن یه روزی همه سرزمینه بگیرن، هیچ قسمتیش رو نمیخواستن قبول بکنن، هیچ دو سوم، یک سوم، 85 نمیخواستن قبول بکنن. متاسفانه گرفتاری عرب اسرائیل دامنگیر ماجراهای بین‌المللی شد و همینطور که در جلسه اولی که ما در این مورد با هم نشستیم صحبت کردیم، گرفتار ماجرای فاشیسم اروپا شد، فاشیسم آلمان شد و خدمت را از کنم مفتی فلسطین با آلمانی ها ساخت و در وقتی که ایخمن به در حقیقت به اسرائیل مسافرت کرد یا فلسطین مسافرت کرد، قرارش این بود که یک کوری آدم سوزی هم در غرب اردن پی ایجاب بکنن که یهودی‌ها که اونجا هستن اون یهودی‌ها رو اونجا هم اونجا بسوزوننشون و عرب کاملا با این موضوع خیلی راحت بودن و هیچ بحثی نداشتن و به این کار اقدام میکردن. اینه که موضوع از مسئله زمین و تقسیم زمین عوض شد به تقسیم واقعا یک نفرت و اینکه عرب هیچ چیزی رو کمتر از 100% قبول نداشتن، هیچ وقت در اون مورد هرگز قبول نداشتن، میخواستن همه 100% مال اونها باشه و همه اونها هم که اسمشون یهودیه یا مهاجرین یهودی هستن و اونجا اومده بودن زندگی بکنن از اونجا خلاصه به دریاشون بریزن و بین ببرنشون. این موضوع در اینجا بعدن دستاویز جریان اخوان المسلمین شد که من این در جلسه اول باز توضیح دادم به وسیله سعید کتاب یا سعید قطب و اون واقعا تنفرش فقط از یهودی ها نبود، تنفر سعید قطب از تنفرش از غربی ها بود، اون با تمام دنیای غرب و سپید پوستا مخالف بود و صحبتش این بود که ما قبل از اینه که بچه هامون ناخونشون سفت بشه باید نفرت، انزجار و جنگ با غرب و جنگ با دنیای مسیحیت و غرب رو بهشون یاد بدیم و همینطور جنگ با یهودی ها رو راد بدیم و این رو در حقیقت تونست به گوش بقیه پر بکنه. بقیه همینطور که عرض کردم در مدت خیلی کوتاهی 2000 شعبه در سرزمین کشورهای عربی گرفتن، 39 شعبه در سرزمین فلسطین پیدا کردن و این باز این مشکل عرب اسرائیل را با از مسئله زمین به مسئله ایدئولوژیکی، مسئله مذهب، مسئله نفرت تبدیل کرد. بعد مرحله سوم که مرحله بسیطری بود، کسی که دستن در کار شد به اقدام که در اینجا شوروی بود و شوروی در دهه اول 1960 کوشش کرد نه فقط در اسرائیل، در جای مختلف دنیا شکل مبارزه ها را به صورت شکلهای گروهی، سازمانی، ایدئولوژیکی دست چپی در بیاره و در حقیقت اون بود که کمک کرد که سیستم بسراست سازمان های به قول خودشون آزادی بخت فلسطین که این درسی بود که شرقی ها یاد فلسطینی ها دادن، برای که اونا اول به عنوان فداییون در غزه فعالیت میکردن، به عنوان چریک فعالیت میکردن و اینا کوشش کردن اینها را بهشون تشکیلاتی بدن و به صورت یه ارتش آزادی بخش در بیارن. به لغت آزادی بخش خیلی تنین خیلی بهتری داشت و کسی که به عرب کمک کرد، به فلسطینی ها کمک کرد، اروپای شرقی بوده، رومانی بودش، بلغارستان بودش، خدمت رو عرض کنم کوبا بودش و ویتنام بودش، جنرال جیوب و اینها تمام درس های اولی این که چجوری شما میتونین کیستون را و مسئلتون را به طور یه مسئله جهانی یک گروه آزادی بخش در بیارین بهشون یاد دادن و این جریان رو از یه مسیر یه سرزمینی که مال یه دو تا ملت و دو تا گروه بوده میتونن با هم زندگی بکنن تبدیل به یه مسئله جهانی کردن و مشکلش رو عظیم‌تر بزرگتر کردن. در حال حاضر
برای اینکه عرایزم رو کوتاه بکنم میتونم وقت تنگ هستش، در حال حاضر مسئله کاملا عوض شده. در جایی که ما الان داشتیم صحبت میکنیم مسئله عراق به فلسطین مسئله درجه یک که خاورمیانه نیست، یه موقع بوده. بعد از 67 موقع حکومت، موقعی که واقعا کمونیست‌ها قدرت داشتن، مسئله خیلی عظیم و قوی‌تری بوده. در حال حاضر مسئله خیلی ضعیف‌تره. برای اینکه توجه داشته باشید که در اثر صلح دائمی که صلح واقعا قابل اطمینانی که بین یهودی‌ها، اسرائیلی‌ها و مصری‌ها و اسرائیلی‌ها و اردنی‌ها ایجاد شد، مصری‌ها از این جرگه خارج شدن، اردنی‌ها از این جرگه خارج شدن، برای که اونا به صورت یک حامی های اصلی این ماجرا بودن، آتش بیار این معرکه بودن، اونا کنار رفتن. و در جریان فعلی دنیا و با توسعه نهضت های مذهبی افراطی یا فاشیسم اسلامی که دنیا رو گرفته، به اروپا رو داره واقعا آتش میزنه، این واقعا مسئله بزرگ روز شده. مسئله اعراب به اسرائیل اختصاصا مسئله فلسطین و اسرائیل در این حال که وجود داره و مسئله هستش و حلش ممکنه به حل مسئله دیگه کمک بکنه، دیگه مسئله اولیه و مسئله اصلی نیست، یه مسئله ثانویه است. یعنی که این خلاصه اعرابیه بتونم من مثلا بتون عرض بکنم در این مورد. ممنونم جناب دکتر، شما نظرتون چیه در مورد این برخورد و این برداشت؟ شما با دکتر ابراهیمیان موافق هستین؟ البته که توضیحات اصلاحی دارم، ولی اگر که حضرت عالی موافق باشید ما یک کمی عقب‌تر بریم و در هفته گذشته من برنامه‌های شما رو نگاه می‌کردم، بسیاری از سوالات شما مربوط به نوعی تعیین حدود حقوقی آزادی بیان بود که مرتبط میشه با همین مباحث و اتفاقاتی که افتاده. اگر که موافقت بفرمایید، من 12 مورد از فهرست مواردی که آزادی بیان طبق قوانین آمریکا محدود میشه و 21 مورد در مواردی که طبق قانون فرانسه. اجازه فرمایید، معنیش این است که شما در مورد این مطلب، نه در مورد مطلب آقای پرسش که من از آقای ابراهیمیان کردن، در این مرحله نظری ندارید و فکر میکنید که ما باید برگردیم؟ یعنی شاید به نحو دیگری شما دارید تایید میکنید این قضیه رو که برای ریشه یابی قضیه باید برگردیم سر مفهوم مسئله آزادی و اون رو نگاه بکنیم بهش، به تبع بعد جایگاه اختلاف عرب و اسرائیل در این حوادث اون موقع موقعیتش پیدا میشه، نیست اینطور؟ علتش این است که من دین اسلام رو در مقابل دین یهود از نظر الهیات و از نظر شرعیات، که هر دینی رو ما به این دو بخش تقسیم میکنیم، نزدیکترین دو دینی میبینم که وجود داره و اختلافات فلسفی و اختلافاتی که در بعد مسائل مربوط به الهیات بین مسیحیت و اسلام وجود داره، این اختلافات بین اسلام و یهودیت وجود نداره بین دین یهود و اساساً در ابعاد غیر سیاسی اگر ما توجه بکنیم، تنها تفاوتی که این دو دین با هم دارن مختصری در مورد امور فقهی و امور شرعیات، از نظر فلسفه خداشناسی و توحیدی تقریبا میشه گفت که اینها با هم دیگه تفاوتی ندارن. یهود، وقتی ما لغت یهود را استفاده میکنیم، برداشت های مختلفی به ذهن انسان میاد، ولی از دید خود کسانی که امروز به نام یهودی معروف هستند، یهود مجموعه است از نژاد، از فرهنگ، از سنت، از اقتصاد، از سیاست و از دین. مجموعه اینها یک آمیزه‌ای به وجود میاره که یک بعد هویتی به گروهی میده که مبتلا به اونها همه این مسائلی است که ذکر شد. طبعا اینها وقتی که با گروه‌های دیگه مواجه میشن، فقط دین یهود نیست که مواجهه با اعراب یا فلسطینی ها میشه، بلکه موضوعات نژادی، موضوعات فرهنگی، موضوعات سنتی، موضوعات اقتصادی و موضوعات سیاسی در اینجا مطرح میشه. ریشه های کار رو اگر که ما
همونطور که اشاره فرمودن بخوایم بررسی بکنیم، فقط نگرش ما به موضوع این که اینها اختلافات ملکی دارند یا داشتند موضوع رو حل نمیکنه. از دید یهود کسانی که در اون منطقه زندگی میکنند اینها دشمنانی بودند، همونطور که اشاره فرمودند، که در واقع نایب و خلیفه افکار و اندیشه های نازیسم بودند و مسلماً یک قومی که چندین میلیون از افراد خودش رو از دست داده و با بزرگترین یا یکی از بزرگترین فجایع روزگار مواجه شده نمیتواند که دوستی و محبتی برای جامعه‌ای داشته باشه که این جامعه عملا نشان دادند بنابر شواهدی که اشاره کردند که اینها بیان و در کنار اونها با دوستی زندگی بکنند و مورد اطمینان و مورد قبول اونها باشند. چنین توقعی با چنین اندیشه‌ای که در یهود وجود داره نسبت به عرب یک امر تقریبا بی انصافانه است اگر ما بخوایم چنین توقعی داشته باشیم، عقلانی نیست لااقل. از طرف دیگه وقتی که ما از چشم عرب به یهود نگاه میکنیم میبینیم که قومی که هزار سال مستعمره ترکیه عثمانی بوده و در شرف آزاد شدن از استعمار عثمانی مبتلا شده به استعمار غرب، نه استعمار اسرائیل و یهود، و بزرگترین فجایع و بیشترین دستبردها و زورها به این مردم این منطقه وارد میشه. ما وقتی نگاه میکنن به یک قوم تحصیل کرده سوفیستیکیتد فهمیده با ابزار و آلات سیاسی بسیار قوی که اینها رو نماینده از استعمار و استثمار میبینند و در واقع اسرائیل رو فقط به اسم شرقی میبینند، کاملا احساس میکنند که یک نماینده قوی دست بسیار قهار و مجربی که با فرهنگ محلی هم آشناست و ریشه های اقامت در منطقه رو داره نمایندگی استعمار غرب رو به صورت کلی در اختیار داره و این دو نوع اندیشه، این دو نوع فکر وقتی که در مقابل هم قرار میگیره، یعنی یهود وقتی نگاه میکنه به عرب او رو معاون هیتلر میبینه، عرب وقتی نگاه میکنه به یهود او رو مسئول و نماینده مسئول کشورهایی میداند که فقر و بدبختی و فلاکت اونها از دیدگاه عرب به گردن اون کشورهاست. این دو نوع نگرش و این دو نوع در واقع برداشت هست که از روز اول این دو عامل رو، این دو المنت رو تبدیل به دو بشکی باروت کرده در مقابل هم دیگه. و البته باز همونطور که اشاره فرمودند منافع بین المللی برای سوء استفاده از این دو، فقط اعراب نیستند که مورد سوء استفاده چین و شوروی اون زمان قرار گرفتند، خود اسرائیل هم یکی از قربانیان استعمار غربه. یعنی هم فلسطین و هم اعراب و هم اسرائیل هر دوی اینها بازی های سیاسی جهانی بودند و همینطور شروع شده حرکت و موجودیت و رابطه اینها و امروز هم به همین صورت هست. الان به صورت یک عامل طبیعی در آمده که فلسطین برای بقای خودش مجبور هست که به نیروهای لیبرال در دنیا پناهنده بشه و اسرائیل هم برای حفظ موجودیت خودش در اون منطقه کوچکی که زندگی میکنن مجبور هست که تسلیم نظریات و عقاید و در واقع راهبردهای استعماری دنیا بشه. این وجود هویت دو نیرویی که مخالف با هم هستند و منافع اونها در یک جا جمع نمیشه این بحران رو در منطقه به وجود آورده. البته شرایط اقتصادی و موضوعات عاطفی، نفرت‌های گذشته، همه اینها هم در این کار دخیله. اما همونطور که جلسات گذشته خدمت شما و جناب دکتر ابراهیمیان عرض کردم، ما اگر که بررسی گذشته
کمکی بکنه که آبی بر این آتش ریخته بشه و نهایتاً به یک راه حلی برسیم که این پیشنهاد و این راه حل زندگی رو برای هر دو گروه تأمین بکنه. اسرائیل هرچه بوده، عرب هرچه بودند، الان باید ببینند که آیا راه برگشتی وجود داره، آیا امکان این رو داره که یکی از این دو نیرو، یکی از این دو جمعیت از منطقه خارج بشه، آیا امکان این رو داره که یکی کلاس یک باشه، یکی کلاس دو باشه، آیا امکان این هست که اینها بتوانند با تبعیض نژادی و تبعیض اقتصادی در کنار هم دیگه زندگی بکنن، یا راه حل این است که اینها از حقوق مساوی برخوردار باشند و دنیا به این نتیجه برسه که باید اینها رو به صورت مساوی مورد پذیرایی اخلاقی و اقتصادی قرار بده. تا زمانی که من فکر میکنم به هر دلیل که گذشته بوده که دلایلش رو کتاب ها نوشتند و جای بحثش در اینجا نیست، همین قدری که اشاره فرمودند و توضیحات اصلاحی که داده شد، فکر میکنم کفایت بکنه که ما رو برگردانه به زمان حاضر و فکر بکنیم که الان ما باید چه بکنیم. الان در مقابل این دو نیرویی که در کنار هم قرار دارن، که هنوز هم یک نیرو به وسیله چین و روسیه و کشورهای تابع اونها تغذیه میشه و نیروی دیگرش به وسیله استعمار غرب اداره میشه، تردید نکنید که منطقه فلسطین و اسرائیل منطقه روبرویی دو نیروی جهانی است که در مقابل هم قرار گرفتن. متشکرم. چه جوری میخواید حل بکنید؟ دکتر آقاسی، اتاق فرمان، خواهش میکنم که تصویر دوره جدید مجله شارلی ابدو رو یک بار دیگه روی صفحه بگذارید. من پرسشی از دو دوست خودم دارم. بله، بذارید. بله، آقای دکتر ابراهیمی، آقای دکتر آقاسی، این تصویر نگاه کنید. بسیار مرسی، متشکرم. آقای دکتر ابراهیمیان، اگر شما در هیئت تحریریه شارلی ابدو بودید، میخواستید دوره جدید رو منتشر بکنید، با این کاریکاتور آغاز میکردید؟ من جای اونا نیستم، اینه که این جواب رو شما نمیتونم واقعا بدم. و عرایزم در جلسه پیش خیلی سریع بود، گفتم این دو تا فرهنگ کاملا مختلف هستن و اروپا، اختصاصا فرانسه، مرکز آزادی فکر بوده به هر قیمتی. اوکی؟ و این آزادی فکر رو به هر قیمتی میخواستن داشته باشن و حالا هم میخوان داشته باشن. من با طرز برخورد این مجله با جامعه مسلمان فرانسه موافق نیستم. یعنی من سلیقه من نیست کاری که اونا کردن، ولی در این حال معنی این نیست که واقعا طرف مخالف که مسلمان‌های خاورمیانه و مسلمانی اروپا هستن حق داشته باشن به خودشون اجازه بدن که واقعا به یه همچین جنایت وحشتناک دست بزنن. شکلی با هم هیچ تناسبی با هم نداره. این دو تا چیز کاملا سواست. این یه سلیقه است و توجه داشته باشید که این کاش اینجا بود من بهتون نشون میدم. ملبروک یه فیلم ساخته که من اتفاق دو هفته پیش برادر من که اتفاق خیلی معتقد یه مسیح بند نشون میداد، که فیلم خیلی قشنگی بود، جالبی بودش، که ملبروک یه فیلم ساخته درباره حضرت موسی. ملبروک یهودیه. فیلمی که درباره حضرت موسی ساخته فکاهیه و حضرت موسی رو بهش در حقیقت یه خوردی دست انداخته. خیلی ساده، ولی برای دوست من که این من نشون میداد، آدم خیلی مذهبی هستش، میگفت و میخندید. این برای اون واقعا یه چیزی که میتونه بهش بخنده. اشکال اینه که به علت این سیستم اعتقادات مذهبی اسلامی اونا نمیتونن به همچیزی بخندن. ما میتونیم بخندیم. در این فیلمی که دارم عرض میکنم نشون میده که حضرت موسی داره از کوه میاد، داره با خدا صحبت میکنه و سه تا لوحه دستشه، که در هر لوحه 5 تا فرمان نوشته، داره میگه به مردم، به یهودی‌ها داره میگه که من براتون 15 تا فرمان آوردم. در حالی که داره از دهنش در میاد 15 تا فرمان آوردن، یکی از لوحه‌ها میفته میشکنه، فوراً حرفش رو عوض میکنه، میگه من 10 تا فرمان آوردم، که حالت خیلی خنده‌داریه. وقتی فیلم رو ببینید متوجه میشید که خیلی واقعا دست انداختنه، واقعا خنده داره، ولی یهودی‌ها یه تماشا میکنن، بهشون بر نمیخوره، ناراحت هم نمیشن. عرایزی که بنده دفعه پیش کردم و تکرار میکنم، این مسئله کلیدیه، خیلی خیلی کلیدیه. در مذهب اسلام اعتقاد به فرد خیلی مهمه. در فرهنگ شرق هم این گرفتاری وجود داره. ما به فرد خیلی اهمیت میدیم، در این حالی که به یه فرد و اون فرد هر کاری هم بکنه بازم درست کارش.
اگر که بهش اعتقاد پیدا کردیم دیگه بحثی روی قضیه نیستش، رو حرفش حرف نمیزنیم، حرفش رو تفسیر نمیکنیم، تغییر نمیدیم. این یه اصله. اصل دوم اصل این دنیا و اون دنیاست، اصل حیات و جهان باقی است. در حقیقت توجه فرهنگ اسلام به تقدس و پیغمبر و تقدس و توجه فرهنگ اسلام به جهان باقی که این جهان اهمیتی نداره و جهان باقی خیلی مهم هستش، دوتا اصلی هستش که با وجود که ایشون گفتن بین یهودیت و اسلام تشابهات زیادی هست و هست، که این ما رو اصلا متمایز میکنه. ما به هیچ وجه به تقدس به اون شکلی که یه مسلمان نگاه میکنه درباره یک شخص نگاه نمیکنیم، در حالی که مسلمان نگاه میکنن. و ما هم به اصولا به شهید شدن معتقد نیستیم به شکلی که بقیه نگاه میکنن، به شهادت معتقد نیستیم. به این دوتا اصلی است که پشت سر این قضیه وجود داره، که یه کسی بخواد شهید بشه میخواد بره اون دنیا، یکی هم این که به یه شخصیتی کاملا 100% احترام میذاره. نمونه تاریخی براتون عرض بکنم متوجه میشید. توجه داشته باشید که در جنگ 67 که بین عرب و اسرائیل اتفاق افتاد و به در اثر ندانمکاری اشتباه تکتیکی عبدالناصر بودش و جنگی بود که گفت که میریم نهار رو در تلاویو میخوریم، مردم هم میریم تو دریا، همه رو نابود میکنیم. و قضیه برگشت در 5 جون 1967 و در طب چند ساعت ارتش هوایی نیروی هوایی اسرائیل تمام نیروی هوایی مصر رو بین برد و تمام نیروهای مصر و سوریه و غیره بدون واقعا کمک فضا هوایی موندن و بالاخره هم شکست خوردن. ناصر خودش متوجه بود کار غلطی کرده، اشتباه کرده، ملت چه به خطا برده، هزاران هزار نفر رو به کشتن داده، استعفا کرد و من درش به احترام میذارم، ولی میلیون ها نفر به خیابون های قاهره اومدن و گفتن نه تو نباید بری، تو رهبر مایی، بالای مایی، نباید بری. در ایران خود ما این جنگ اتفاق افتاد بین ایران و عراق که این جنگ در اثر حماقت صدام حسین عراقی ایجاد شد، ولی وقتی که جنگ برقرار شد ادامه پیدا کرد، 2 بعد ایرانی ها در وضع خیلی محکمی بودند، طوری که دولت وقت عراق حاضر بود به ایران غرامت های سنگین میلیارد دلاری بده و جنگ رو تمام بکنه. ما یه رهبری در ایران داشتیم در اون موقع به نام آیت الله خمینی که این کاملا مخالفت کرد و مخالفتش میکنه ما جنگ رو ادامه میدیم تا پیروزی کامل و جنگ رو 8 دیگه ادامه دادن، میلیون ها نفر رو به خاک و خون کشیدن و آخرش هم به وضعی در اومدن که همین الان هم جاهایی که جنگ زده هستش هنوز ساخته نشده. ما متاسفانه در فرهنگ اسلام این گرفتاری رو داریم، میبینیم به این گرفتاری مسئله خیلی بزرگیه. متشکرم آقای دکتر. شما نسبت به این کاریکاتور چه نظری دارید؟ ظاهرا یعنی اگر اجازه بدید، یعنی اگر شما جزء هیئت تحریریه بودید این کاریکاتوری رو در دوره جدید چاپ میکردید؟ حتی شما نبودید ولی من میخوام بدونم اگر میشه این مثال فرضی رو زد. ظاهر این تصویر دو معنی قابل تعبیر مخالف همدیگر رو نشون میده. یکی این که اگر خوشبین باشیم میگوییم که پیامبر اسلام هم که پیامبر صلح و دوستی بوده با این اتفاقات در توافق نبوده و خود او هم در مرگ این افرادی که جان خودشون را از دست دادن عزادار هست و او هم در این مصیبت و در این همی که اتفاق افتاده با دیگر افراد همزبان و همسخن است. اما اگر نوع دیگری به قضیه نگاه بکنیم، در اصل باید بگوییم که نگرش غرب اسلام یک نگرش بیگانه سازی است. یعنی همیشه سعی میکنن که غرب وقتی که میخواد که یهودی ها رو معرفی بکنه، چهره یهودی رو یه چهره ای میکشه که شبیه به غربی ها باشه، یعنی احساس نزدیکی لااقل از نظر قیافه و شکل بین اینها به وجود بیاره و ایجاد یک فرهنگ مشترک مصنوعی بکنه که چنین فرهنگ مشترکی وجود نداره.
ولی وقتی که به اسلام میرسه شکل و قیافه افراد رو که نشون میده چیزی نشون میده که از نظر خود این افرادی که آنتروپولوژی خوندن، اینها نژاد شناسی خوندن، اینها سابقه مهاجرت این اقوام رو به اون منطقه بهتر از من میدانند و ما چیزی در تاریخ به نام عرب این شکلی در تقسیمات نژادی یا در تقسیمات قومی نداریم. همه کسانی که امروز صرف نظر از دینی که دارند یهودی هستند یا مشرک هستند یا مسلمان هستند یا بت پرست هستند، اینها حدود 4000 سال پیش به این منطقه آمدند و همه اینها در مناطق مختلف ساکن شدند و اصل اعراب عرب نبوده، اگر بخوایم اونطور حساب بکنیم که حضرت ابراهیم باشه که من و ایشان نوادگان ایشان هستیم و همینطور خود شما، مگر کسانی که ایرانی باشند و ایرانی خالص باشند و با هیچ کس غیر از ایرانی در هیچ مقامی ازدواج نکرده باشند. پس که اول بار من وارد بحث‌های نژادی و اینها نمیخوام بشم، ولی امروز ما میبینیم که شما به پادشاه بیمار عربستان سعودی نگاه کنید، به رنگ پوست صورت این نگاه بکنید، ببینید از هر سه ما که اینجا نشسته سفیدتره. همین شخصی که امروز به نام عرب معروفه و در مرکز جایی که شبه جزیره عربستان هست، در درجه اول این شکل و شمایلی که برای افراد میکشند هر چقدر هم که حالت اگزاجوریت داشته باشه نشانه دوستی نیست. این است که من به این تصویر که نگاه میکنم یک غم دیگری به دل من میاد و اون ساده نمایی موضوعه. من فکر نمیکنم که این جنجالی که در دنیا به وجود آمده با کشته شدن 20 نفر و با ترور شدن 2 نفر دیگه این بار به مقصد برسه و این کار تمام بشه. من فکر میکنم که این آغاز یک جدال جدیده و من فکر میکنم که این افراد برای این کارها سازمان دیدن، تربیت شدند، از نیروهای مخصوص استفاده میکنند و این چیزی نیست که در یک کشوری مثل فرانسه 2 نفر بتوانند که صبح از خواب بر بخیزند و در روزنامه‌ای که شدیداً تحت کنترل قوای امنیتی کشور فرانسه بوده این کار انجام بشه. همون تردیدی که در کشتن بختیار به افراد دست میده، همون تردیدی که در کشتن دیگران که حالا شرح احوالش خیلی طولانیه، پلیس فرانسه خیلی خوب عادت داره به خوابیدن یا خودش رو به خواب زدن و یا وظایف خودش رو انجام ندادن. متاسفانه آزادی بیان در کشور فرانسه به شدت رنگ سیاسی گرفته و اهمیت حقوقی و ملی خودش رو کاملا از دست داده. شواهدی هست که اگر فرصت بشه امروز در موردش اشاره میکنیم که در واقع اگر یک روزی هم فرانسه مهد آزادی و مهد قانون بوده، امروز متاسفانه تبدیل به یک کشور دلالی بین المللی شده که هر قتلی که در جای دیگری انجام پذیر نباشه قربانیان رو به اونجا میفرستند و در واقع تبدیل شده به سلاخخانه سیاسی دنیای معاصر امروز ما. از چندین سال پیش، از شاید از زمان انقلاب ایران تا کنون، یک همچین جوازی دنیا به کشور فرانسه داده. من فکر میکنم که این آغاز کاره. این کار با 2 نفر جانی و جنایتکاری که جنایتکار هم بودند شروع نشده و این روزنامه هم به خودی خود این کار رو شروع نکرده و با این نوع عذرخواهی ها این کار فکر نمی کنم که به پایان برسه. یکی از دوستان در یکی از کشورها می گفت هی به ما میگن کی از اینجا میرید، ما مهمانی نیامدیم که بریم، ما آمدیم اینجا بمانیم. اینها هم این همه خرج نکردند و این همه سرمایه به کار نبردند و این همه در واقع وقت صرف نکردند که با کشتن 2 نفر و 20 نفر که قائله‌ای به پا بکنند و تمام بکنند. ما شاهد خواهیم بود، به نظر من ما شاهد شرایط بسیار بدتری خواهیم بود و من فکر میکنم که این با موضوع داعش در ارتباطه، با موضوع اسرائیل و فلسطین در ارتباطه. من فکر میکنم که دسیسه های بین المللی و توطئه های جهانی پشت این کار هست. ممکن است که این کار سر و صدایی باشد که اتفاقات بدتری رو پنهان میکنه
و یک وقتی ما صبح از خواب بیدار میشیم و میبینیم در مقابل این سر و صداهایی که ایجاد شده یک اتفاقی افتاده که شاید اون اتفاق بدون وجود این سر و صداها اتفاق نمی‌افتاد. متشکرم. جان دکتر ابراهیمیان، توضیحات جناب علی منو به یک سوال تازه رسوند. فرمودید که ما در اسلام، اگر درست فهمیده باشم فرمایشتون رو، به فردیت بسیار اهمیت میدیم و تقصد در فرهنگ شرق، در فرهنگ و به احتمال قوی به یه مقدارش هم در فرهنگ اسلام. بسیار خوب، بهتر شد، تو شفافتر کرد برای من طرح سوالم رو. این سه دین یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام، هر سه فرزندان ابراهیم هست نیستن؟ دلسته. یعنی میخوام بگم که چجوری میشه پس چرا یهودی ها تا این حد اهل دنیان این تحمل رو، آخه اینا همشون در یه منطقه به وجود اومده. بله. ریشه این تفاوت در کجاست؟ شما یکی از بهترین سوالاتی که ممکنه یه کسی بکنه از یه کسی رو از من کردین. این سخته. امیدوارم پاسخش رو من بتونم بدم، امیدوارم فرصت بدین که عرایزم. یهودیت و اسلام اختصاصاً به هم شباهت بیشتری دارن تا یهودیت و مسیحیت. این خیلی مهمه. و مهم اینه که در تمام دوران تاریخ وقتی که ما گرفتاری با دنیای مسیحیت داشتیم، به دامن مسلمان‌ها پناه می‌بردیم، با وجود اینکه در دنیای اسلام ما سکند کلاس سیتیزن بودیم. یعنی واقعاً هیچ وقت درجه اول نبودیم. ولی امنیت بیشتری داشتیم. امنیت بیشتری داشتیم. به دو تا نکته دیگه هم بتون عرض بکنم. وقتی در سال 1492 در اسپانیا یهودی‌ها و مسلمان‌ها را هم بین بردن و هم بیرون ریختن و تاریخ دادن که تا این تاریخ کسی یا اینجا مونی باید مسیحی بشه، همین کاری که داعش داره میکنه، یا باید از اسپانیا بره بیرون، که یه یهودی ها فرار کردن و در به در شدن که زندگیشون واقعا درامای تاریخیه. میدونی چه کشور این را جا داد؟ آخرش کشورهای اسلامی و اختصاصا کشور ترکیه و مراکش و این کشور اینا رو راه دادن و پذیرفتنشون. نکته دیگه بتونم عرض بکنم، شما میتونین دانشگاه های ترکیه امروز را کی بنا کرده؟ دانشگاه ترکیه توی امروز را استادان یهودی آلمانی که در موقع بین سالهای 1933 و 1939 از آلمان گریختن، ترک ها عاقل بودن، پذیرفتنشون. فرهنگ غربی و مدرن و علم مدرن ترکیه را یهودیان تحصیل کرده و پروفسورهای دانشگاه‌های آلمان که به ترکیه اومده بودن، اونها واقعا اومدن در یک کشور مسلمان اونجا پناه بودن. یکی در مجموع اگه شما کلن تاریخ را نگاه بکنین، وزنه بذارین همه را نگاه بکنین، چون ما همه جا بودیم، با همه دیل کردیم، با همه کار کردیم، شاید در این مورد ما یه مقداری کارشناس‌تر از بقیه هستیم، روابط ما با دنیای اسلام خیلی بهتر بوده، روابط فلسفی بمون هم نزدیکتر بوده، داد و ستدهای فکری بمون هم نزدیکتر بوده. ولی گرفتاری که اینجا که وجود داره، که این چیز که من با ایشون 5 سال کلنجار میرم و با هم اشکال داریم، یهودی ها از یک پلی رد شدند. به این پل رو در حدود 200 قبل از میلاد مسیح رد شدند. دقیق تر بگم در سال 444 قبل از میلاد مسیح، وقتی که یهودی ها به وسیله کورش نجات پیدا میکنن، به چیزی که در تاریخ همیشه خواهد موند و ما را تا ابد مدیون ایرانی ها میکنه و اونا را برادر بزرگ ما، مثل من به ایرانی ها به صورت برادر بزرگتر نگاه میکنم، الان هم نگاه میکنم، وقتی اونا برمیگردونن یک کسی را به نام ازرا که یکی از وزرای دربار هخامنشی بوده میفرستن در اونجا که سر و سامانی به این کشور بده. وقتی به اونجا میره، سازماندهی علمی مذهبی کشوری اسرائیل را ازرا که یک وزیر دربار هخامنشی بوده در اسرائیل میده. و ازرا یکی از کارهای خیلی جالبی که میکنه، توراتی که ما امروز یهودی ها هر روز شنبه میخونند و به 52 قسمت تقسیم شده، بهش میگن پاراشا، را ازرا تقسیم بندی کرد. ازرا یک چیز تازه هم به ما اضافه کرده و اون چیز اینه که به ما تفکر و بحث در مورد تورات یاد داده. یعنی در حقیقت چی گفته؟ گفته اون چی که در تورات نوشته شروع صحبته،
با این جمله شروع کنید، ببینیم به کجا میرسیم. این شروع بحثه ولی آخر بحثه. شما نمیتونید یه جمله ای رو از تورات در یه مجمع یهودی بیارید منو که خفشون بکنید. این رو باید بگید برای که شروع بکنه بحث بکنه. این شروع بحث مکتبی رو ایجاد کرد به نام میشنا، که این میشنا در حدود 200 سال در اون زمان که جر و بحث درباره تمام نوشته‌های تورات که آقای معنیش چیه، این باید اجرا میشه نمیشه، چجوری باید اجرا بشه، و این ادامه پیدا کرد به صورت تلمود در اومد. یهودی‌ها این مرحله رفتن از دوره تورات که همه اشکالاتی که دارن میرن تورات رو میخونن میگن همه یهودیت رو فهمیدن و نفهمیدن، برای که اصلا به هیچ وجه این همه یهودیت نیستش، اون مباحث بعدی که بعد از اون اومده را نتونستن بهش توجه نداشته باشن. یهودیت این مرحله تاریخی رو گذرونده و من میتونم تا ساعت‌ها در این مورد شما صحبت کنم به کجا رسیده از این موقع. اسلام نتونسته و نخواسته، کما اینکه من با این دوست عزیز که 5 سال با هم بحث میکنیم و صحبت میکنیم، این اشکال رو دارم که ایشون همه مباحثی که صحبت میشه درباره شون، قدرت کلامشون هم خیلی ماشاءالله خوبه، در مورد توبه قرآن همیشه صحبت میکنن و همیشه دهن انسان رو میخوام با جمله قرآن تمام بکنم، میگم آقا شما درست، این قرآن محترمه، افتخارش بالاست، بالای سر شما و ما قرار داشته باشه، ولی این جملات قرآن آخرین جمله گفته شده نیست، شروع بحثه. ما میتونیم صحبت بکنیم، میتونیم فکر بکنیم، آزادی فکر رو ما نگرفتن. یه چیزی هم که واقعا در ما در کنه الهیات یهود وجود داره، این خیلی مهمه، میخوام این رو واقعا اینجا تأکید بکنم در برنامه شما، با اونه که در الهیات یهود انسان را نه خوب میدونیم نه بد، کما که وقتی در داستانهای تورات رو میخونید، حالا افسانه بهش نگاه میکنید یا داستان واقعی آفرینش بهش نگاه میکنید، ولی کلماتش مهمه و اونه که نوشتش اهمیت داره. هر روزی که خدا خلقتی انجام میده آخرش میگه کیتوف کیتوف کیتوف، خوبه 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 خوبه، ولی وقتی که روز آخر که روز جمعه باشه انسان رو خلق میکنه نمیگه نه خوبه نمیگه نه بده، ولی خدا هم نمیدونه ما خوبیم یا بدیم. انظر ما این خدا هم تو کار خودش مونده، مونده تو کار ما مونده، ولی در این حال میگه که در جای دیگه در آخر بحث تورات بهش میگه من این دنیا رو به شما دادم، خوب را به شما دادم، بد را به شما دادم، همه امکانات به شما دادم، شما خوب انتخاب کنید، ولی فکر کنید که خوب چی هستش. ما این اجازه تفکر رو بهمون داده، اون کتاب اول به ما داده، ادامه پیدا کرده. گرفتاری ما اینه که من فکر میکنم هم مسیحیت و هم اسلام متاسفانه با وجود اینکه متفکرین در دنیای اسلام مثل مولوی بودن که به دین من پیغمبره، حالا شما هر یکی دیگه جوری فکر میکنه، از نظر من مولوی یه پیغمبره، من به صورت یه پیغمبرش نگاه میکنم و اون تونسته متمم این قرآن رو بنویسه، ولی ما نمیتونیم اون رو به عنوان یه پیشروای مذهبی بهش نگاه بکنیم. و این برخورد همیشه وجود داره که ما فکر میکنیم که فرد اول و بالاست و آخر اون بالا قرار داره، ولی همونطور که من در داستانی که در جلسه پیش گفتم، ما میتونیم واقعا احتراممون رو به پیشواهای مذهبی اون حفظ بکنیم، ولی رو حرفشون حرف بزنیم، و این رو حرفشون حرف زدن این در حقیقت این تیکتیه که ما در دنیا داشتیم، و این تیکتی است که بعد از باز شدن گتوهای اروپا و ورود یهودی‌ها بر جمع زیاد به دانشگاه دنیا باعث شد در 20 سال 30 سال 50 سال یهودی ها دانشگاه اروپا را اشغال بکنن، برای که آزادی فکر کردن را داشتن، ولی متاسفانه گرفتاری بعد پیش اومد بعد از انقلاب کبیر فرانسه که ماجراهای یهودی را در اروپا به راه دیگه کشون. ولی نقطه نظر آزادی فکر من فکر میکنم که این امتیازی است که ما داریم و این امتیاز را بهش مفتخریم. جناب دکتر آسیب، تا اونجایی که من فهمیدم در اسلام بنا به احادیثی که هست، روایاتی که هست، پیغمبر اسلام در مورد اهانت به خودش دارای گذشت فوق‌العاده است و همینطور حتی به نحوی توهین به خدا، اهانت به خدا امر قابل گذشتی است در تعالیم اسلام. خب چطور شده؟ من زمینی که پاسخ سوالم رو از آقای که از سوالی که از جناب دکتر ابراهیمیان کردم از شما میخوام، چرا این تفاوت بین اسلام و مسیحیت و یهودیت به وجود اومده به ویژه با یهودیت، چون اینا خیلی به هم نزدیکترن. بفرمایید که اگر این حرفا درسته،
اگر احادیثی که داریم درسته که پیغمبر از کسانی گناه کسانی که یعنی معروفه که سنگ زده بود به حضرت، حضرت رو مجروح کرده بود، حضرت رفت به عیادتش و به دیدنش، آیا این حرف ها اگر درسته پس چرا ما مسلمانان امروز جهان اینو نمیگرفتن؟ ببینید در مورد دین یهود، بافت قومی دین یهود بیشتر طول تاریخ تا شاید 200 سال گذشته بافت یک دستی بوده و کمتر افراد متفرقه یا نژادهای متفرقه یا قومیت‌های غیر انیس درش داخل بودند. در اسلام این شرایط وجود نداشته. با آغاز حکومت خلیفه دوم عمر ابن خطاب قومیت و یک پارچگی قومی در اسلام از هم پاشیده میشه و در واقع دین اسلام به صورت یک دین بین المللی در میاد. از طرفی حکومت که یک امر دموکراتیک هست در قرآن بر اساس آیه‌ای که دستور میدهد و در تایید فرمایش ایشون که من عرض میکنم همیشه حرف آخر رو قرآن میزنه، چون قرآن راجع به جزئیات صحبت نمیکنه، در کلیات حرف آخر هیچ وقت عوض نمیشه. خوبی همیشه خوبیه، بدی همیشه بدیه، ظلم همیشه ظلمه، عدالت همیشه عدالت. قرآن میگوید و شاورهم فی الامر، در امور با یک دیگر مشورت بکنید. امر یعنی هر تعامل و هر تعاطی افکار و هر نشست و برخاست و هر داد و ستد و هر تصمیمی که به حقوق جامعه مربوط میشه باید در شورا انجام بشه. حالا میشه که راجع به این ساعتها صحبت کرد. موضوع دیگری که در قرآن وجود داره این است که استنباط فردی، تعارف جمعی، تعارف به معنای شناخت، معرفت پیدا کردن، میگوید به تنهایی استنباط کنید و از اونجایی که خدا انسانها رو غیر شبیه آفریده با استنباطهای مختلف، استنباط فردی زمانی تبدیل به شعور جامعه میشه که در معارفه با دیگران قرار بگیره و این اصل آزادی بیان و تعلیم و تعلمی که در قرآن وجود داره و اصلا برای این کار سوره‌ای در قرآن نازل شده، سوره 55، سوره رحمان، که امر به بیان میکنه. و انسان در قرآن مقدس نیست، بیان در قرآن مقدس اعلام شده، یعنی به ساحت بیان نمیشه توهین کرد، به ساحت بیان نمیشه خدشه وارد کرد، به خاطر اینکه بیان اساس یاد گرفتن و اساس یاد دادن و اساس استقرار عدالت در جامعه بشری است. اما علت اینی که مسلمان ها به این روز افتادند و به فرمایش ایشون یهودی ها 200 سال قبل از میلاد مسیح از این پل گذشتند، این است که اینها استنباط های فردیشون رو در معارفه جمعی گذاشتند، اما مسلمان ها به علت پراکنده بودن گروهی و نژادی و به علت نوع و شکل اتفاقات تاریخی که افتاده نتوانستند که این امتیاز رو داشته باشند. با وفات پیامبر اسلام که اولین خلیفه بوده که به وسیله مردم انتخاب شده نه به وسیله خدا، پیغمبر اسلام 23 سال خلافت پیغمبر ولی 3 سال با رأی مردم خلافت کرده و بعد از او 4 خلیفه بعدی هم با آراء مردم خلافت کردند و میرفت که این اصل استنباط فردی و معارفه جمعی جهان رو گلستان کنه. اما متاسفانه با کودتایی که در زمان حکومت علی اتفاق میفته و باعث سقوط حکومت او میشه، سیستم جاهلیت فئودالیته به اسلام برمیگرده. یعنی طول مدت اسلام قرآنی 50 سال بوده و بعد از 50 سال اون چیزی که ما الان داریم هیچ ارتباطی با قرآن نداره. دین یهودی که دکتر ابراهیمیان در مورد اون صحبت میکنه پیوندی است بین یهودیت تاریخی و یهودیت اصیل که بر مبنای پیام حضرت موسی علیه السلام هست. در اسلام چنین اتفاقی متاسفانه نیفتاد. بعد از 50 سال که حکومت قرآنی، حکومتی که بر طریق مردم طبق قرآن
بر اساس عدالت و آزادی و حق مردم به انتخاب تعیین شده بود با کشته شدن و سقوط حکومت خلیفه چهارم علی از بین می رود و با حکومت بعدی که حکومت استبداد خالص بوده، حکومت امویان، ادامش با عباسیان، با مملوکیان، با سلجوقیان، با فاطمیان و تا امروز که من و شما با هم صحبت میکنیم، ما راجع به دو دین کاملا مجزا از هم صحبت میکنیم که هیچ نوع ارتباط منطقی با هم ندارند. دین اسلام قرآنی که 50 سال بعد از ظهورش کتابش بسته شده تا امروز، و دین اسلام تاریخی که ساخته و سلیقه و در واقع ارضا کننده طمع‌های سلاطین و فئودال‌هایی بودند که در اقصانقات مملکت و کشور و جهان زیر عنوان قرآن و زیر عنوان اسلام استفاده می کردن. امروز شما به قرآن که نگاه می کنید، حجم قرآن یک کتاب 400 صفحه است. حجم احادیثی که راجع به قرآن نوشته شده بالغ بر 5 میلیون صفحه است که هیچ کس در عمر خودش نمی تواند. تنها دو مجلسی ها بیش از 46,000 صفحه مطلب نوشتند و ما میگوییم که در گفتن در تاریخ در زمان بخاری که در واقع یکی از اولین محدثین اسلامی هست که مورخ و محدث بوده، میگوید که من در مرحله اول که با احادیثی که به من ارجاع کردن مواجه شدم بیش از 300,000 حدیث جلوی بخاری میگذارن، که او میگوید من در یک دوره 6,000 از این حدیث ها رو انتخاب کردم، بقیه رو دور ریختم و در دوره دوم 2,000 حدیث دیگر رو دور ریختم و اگر زنده می بودم شاید بیش از چند حدیث باقی نمی ماند. امام حنفی از مجموعه چند میلیون احادیثی که تا به حال در اسلام مطرح شده 4 یا 5 حدیث رو قبول کرده و بقیه رد کرده. پاسخ من به فرمایش جناب دکتر این است که همینطور که می فرمایند، ما از اون پل نگذشتیم برای اینکه پلی ما در اختیار نداشتیم. ما این طرف پل با یک مش حدیث و با یک مش افراد خودفروخته و استعمار زده که اسلام رو به صورت یک اسلام حدیثی تاریخی در آوردن که فقط مورد مصرفش برای ایجاد استعمار و نوکری استعمار هست. ولی یک سوال اینجا، بینندگان عزیز، از این لحظه به بعد خطای تلفن تلویزیون در اختیار شماست. اگر پرسشی دارید میتونید روی خط تلفن تلویزیون بیایید و از دوستان عزیز من مطرح کنید با رعایت نزاکت و حداقل زمان ممکن، یعنی 1 دقیقه که برای هر نفر اختصاص خواهد داشت و بیش از این فرصت نیست. آقای فرزندم، برای توضیحی هم من خدمتتون دارم که من به پاسخهای مهمانان شما در هفته گذشته چند تذکر و نظریه اصلاحی دارم، یا اگر نخوام که بیان اعتراض رو به کار ببرم، که بیاناتشون رو در ارتباط با آزادی بیان و قوانین مربوط با آزادی بیان و موضوعاتی که در ارتباط با میزان‌های حقوقی در تعیین ریستریکشن هایی که برای آزادی بیان حتما بود در مورد فکر نمی کنم در اینجا ولی حتما میرسیم به این بحث رو ادامه میدیم. ولی من یه نکته برام هست قبل از اینکه بینندگان رو بگیرم. ببینید، ایشون به یه پلی حساب اشاره کردن که 400 سال قبل از درست میلاد مسیح در واقع ساخته شده. اون چه که جالب هست اینه که این نسل تروریست جدیدی که در اروپا و آمریکا احتمالاً وجود داره، در این سرزمین هم هستن، اینا اغلب در این کشور خودشون و پدرشون متولد شدن، یا لااقل خودشون متولد شدن. پس چطوره که این استحاله فرهنگی، این فرهنگ غرب نتونسته در داخل مساجد اروپایی نفوذ بکنه و کماکان اینها بر همون طبل میزنن؟ این پرسشی است که اگه ممکنه کوتاه پاسخ بدید. به خاطر اینکه اینها ادامه، اولا اینها ادامه اون اسلام تاریخی هستند که با اسلام اصیل که همه نوع پیشرفت و ترقی و تعدیل رو در اختیار ما گذاشته سر و کاری ندارن، و بعد هم این اون چرا که اینها دنبالش هستن دین نیست اصلا. این یک مکتب سیاسی در واقع انفعالی است که در مقابل ظلم و جوری که به عالم اسلام وارد میشه، حالا مسلمان مقصر باشه یا غیر مقصر، دینش درست باشه یا غلط باشه، مظلوم و قربانی استعمار غرب قرار
گرفته. متشکرم. و این استعمار غرب هست که این عکس العمل و ریاکشن رو ایجاد میکنه در جوانانی که به دنبال عدالت و ملیت هستند، مجبور هستند که از یک عاملی به نام اسلام استفاده کنند و با در واقع استعمار و ظلم غرب مبارزه بکنند. یه جمله خواستم عرض بکنم. البته این بحث سوالی که شما میکنین شاید دو سه جلسه بشه در برای صحبت کرد، ولی یه جمله من عرض بکنم. اتفاقاتی که ما امروز داریم باش صحبت میکنیم به یه شکلی یا یه شکلی دیگه ای همشون بعد از اتفاقاتی که در مصر اتفاق افتاده و اخوان المسلمین رو تولید کرده در سال 1930 اومده. یعنی اون چی که اخوان المسلمین شروع کرده بعد منشعب شده، شاخه شاخه شده و هر کدوم اینا رو نگاه بکنید به یه شکلی به اون ارتباط دارن. اخوان المسلمین یه مقدارش قابل درک بوده لحظه که اون اولین متفکر حرفش رو گفته، با اونی که اونا واقعا متأثر بودن و ناراحت بودن و واقعا آزرده بودن از اون چیزی که به عنوان سلطه غرب، سلطه انگلستان، فرانسه در خاورمیانه وجود داشته، ناراحت بودن در موضوع. و یه مقدار دیگهش بعدن واقعا به بیراهه رفته، به بیراهه رفته برای اینکه واقعا این چیزی که ضد مذهبه. چجوری امکان داره یه کسی اساس مذهبش به کلام خودشون، به جمله خودشون، اینکه من میخوام جمله من نیست، بر اساس نفرت قرار بدن. گذاشتن مذهب بر اساس نفرت آخر مذهبه. مذهب نمیتونه با نفرت درست بشه. چطور میتونه یکی من مذهبی ام، یه پیغمبری رو قبول دارم، به خدا اعتقاد دارم، به این دنیا معتقدم، اینکه بقیه هم مخلوق خدا هستن اعتقاد دارم، ولی به خودم اجازه میدم تفنگ، گلوله، فشنگ، نمیدونم هر چی بعدم یه دور برم بکشم؟ این اصولا این مرگ مذهبه، این مذهب نیست. این به احتمال قوی یک ایجاد یک نهضت سیاسی است که خواسته از مذهب بهره گیری بکنه. و من اعتقاد دارم، اعتقاد عمیق دارم که مسلمان های دنیا، اونا که واقعا مسلمان هستن، به اسلام را میشناسن، باید اسلام رو از دست این ماجرا نجات بدن. و اگه بخوان نجات بدن، این رول میفته به گردن متفکرین، نویسنده ها، اون کسانی که در دنیا اسلام شخصیتی هستن که این کار رو انجام بدن. این واقعا مذهب به معنی اسلام. یک سوال شما رو من پاسخ ندادم. اجازه بفرمایید. قرآن فرمودید که نتیجه قرآن پوزیشنش چیه در مقابل این کار؟ پوزیشن قرآن این که هر جایی که حرف زشت یا چهره شنیع نشون میدن از اون محل خارجین، هیچ نوع تنبیه جنایی نداره. متشکرم. بینندگان عزیز، فقط یک دقیقه، اون هم با رعایت همه موازین نزاکتی که در خور شأن والای شماست. بفرمایید. خواهش میکنم. الو. بفرمایید خانم، قدی بلندتر. من از آقای دکتر آقاسی سوال دارم که مثال من اینه که از جناب دکتر آقاسی سوال من اینه که اگر تمام این مسلمانان اون اسلام اصلی رو اجرا نمی کنن، آیا این 2 میلیارد انسان مسلمان نمیتونن بلندشن یه اعتراضی بکنن و یه مقداری از رهبرهای خودشون بخوان که اینا رو به راه راست بیارن؟ یعنی همه این همه مسلمان نمیفهمن که این راه اسلام نیست. متشکرم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام آقا، بفرمایید. من یک سوال از جناب محترم آقای ابراهیمیان دارم که بفرمایید. گفتن که تورات به چندین قسمت‌های مختلف تقسیم شده. آیا وقتی که تورات تقسیم شده، چطور با مو تورات اساسی و اصلی تا امروز باقی میمانه و تغییر نکرده؟ و همچنین یک سوال از آقای آقاسی دارم که وقتی که اسلام 50 سال بعد از 50 سال و در زمان اموی ها و عباسی ها و اینا تغییر کرده، یعنی انکشاف نکرده، چی راه موجود است که اسلام را به راه واقعی و حقیقی در آورده شده و اصلاح شده؟ مرسی. بفرمید. خواهش میکنم. بفرمید. دوستان فقط یادداشت بفرمید که
من میخوام تعداد بیشتری بتونن سوالشون از حضورتون مطرح کنم. بفرمید، خواهش میکنم. الو. بفرمید آقا. درود بر شما. درود بر شما و مهمانانتون. بفرمید. من به عنوان یک مسلمان از تمام کسانی که غیر مسلمان هستن و این اتفاق واقعا شنیع که در پاریس به وجود آمده معذرت خواهی میکنم و از تمام مسلمان ها به عنوان یک آدم آزادی خواه میخوام که اونها هم از این قضیه خودشون را دور کنن و معذرت خواهی بکنن از مسیحی ها، از هر دین های دیگه. متشکرم، نظرتون روشنه. بفرمید، خواهش میکنم. بفرمید. بفرمید، خواهش میکنم. بفرمید. الو. لطفاً از تلویزیون با من صحبت نکنید، با تلفن صحبت بفرمید. بفرمید خانم. من هستی جناب فروزنده؟ بله، با جناب علی هستم. بفرمید خانم. ضمن درود به شما آقایون، من ضمن تایید صحبت‌های اون خانم که اسلام، اونهایی که میگن این اسلام واقعی نیست، اسلام غیر از این میگه، چرا اعتراضی نمی‌کنن، اینو مورد تایید قرار میدم و سوالمه. و دیگر این که من خودم آدم مذهبی نیستم، به هیچ دینی، خدای تنها رو میپرستم و قبول دارم، ولی یک سوال برای من مونده که آیا پیغمبر اسلام حضرت محمد در طول زندگیشون اشتباهاتی نکردن نباید گفته بشه؟ مثلا در مورد ازدواجاشون من اطمینان دقیق ندارم، هیچ نوع چیز اطلاعات اسلامی هم ندارم. میخوام از آقای آقاسی بپرسم. متشکرم. این مربوط به همسران پیغمبر، مربوط به برنامه امشب نیست. ما در مورد یه جریان سیاسی و تروریستی که اتفاق افتاده داریم صحبت میکنیم. ویژگی های حضرت محمد خودش برنامه جدایی داره، سوال شما به برنامه مربوط نیست. خب من خواهش میکنم با توجه به محدودیه که وقتی که داریم، هر کدوم از آقایون در دو دقیقه پاسخ بینندگانی که تا حالا صحبت کردن بفرمایید، تا بعد اگر وقتی بود خطای دیگری رو من خواهم کرد. خیلی سریع عرض میکنم که دو تا از بیننده ها سوال کردن که اگر که اسلام به بیراه میره چرا مسلمان ها اعتراض نمی کنند. اعتراض سیستم میخواد، اعتراض سرمایه میخواد، اعتراض تربیت میخواد، اعتراض معرفت و دانش میخواد. یک مشت مسلمانی که امروز از هر طرف تحت فشار قرار گرفتن و از هر سو مورد سوء استفاده قرار میگیرند و باز هم اعتراض میکنند، اما اعتراضشون از جایی پخش نمیشه، بلندگویی نیست که صدای اونها رو به گوش کسانی برسانه. و کسانی که ممالک شامل مسلمین رو اداره میکنند افراد خودفروخته ای هستند که سیاست های خارجی رو در اونجا انجام میدن. در مورد اینکه اون بیننده دیگری فرمودند که راه معالجه این بیماری چیست، از نقطه نظر من، نسخه ای که من مینویسم این است که چشماتون یک لحظه ببندید و تصور کنید که صبح از خواب بلند شدید و گفتند هر چه کتاب تاریخ و هر چه کتاب حدیث و هر چه کتاب اخلاق و هر چه کتاب عرفان و هر کتاب شعر بوده همه سوخته، از بین رفته، شما تنها ماندید با یک جلد قرآن. ببینید که دین شما رو چطور پیدا می کنید، دین خودتون رو چطور پیدا می کنید، از این کتاب واحدی که در غیبت سایر الحاقات و انضمامات جمع شده. و اون چرا که در اون کتاب در اون شرایط پیدا می کنید اسم اون دین اسلام است. هر کدام از شما در خلوت خودتون دانش و تجربیات اسلامی خودتون رو، من جمله همین سوال این خانم که فرمودند که پیامبر چند تا زن گرفته، چرا زن گرفته و احتمالاً داستان میکشه با عایشه و بقیه، این وارد نشیم چون وقت نداره. سوال من، جواب من این است که جایی که تاریخ و حدیث با قرآن تعارض پیدا میکنه، تاریخ و حدیث نمیتواند از دید من مسلمان دارای ارزش باشد. شما استقلال قرآن رو اگر حفظ بکنید
و برای فهم قرآن به قرآن پناه ببرید و دیگران، نه به کتب حدیثی، نه به کتب تاریخی. من و ایشان هر کدام یک بند از قرآن رو بخوانیم و در یک هرمی که به شعور اجتماعی ختم میشه برداشت ها و استنباط های قرآنی خودمون رو با هم همونطور که قرآن میگوید به معارفه بگذاریم، به علت اینکه قرآن خودش میگوید من اتم و اکمل هستم و چون اتم و اکمل هست راه دیگری برای شما باز نمیگذارد که به کتب جنبی مراجعه بکنید. دکتر ابراهیم، زیر وقت من فقط برای کسانی که ممکن اطلاعات نداشته باشن، برای که اطلاعاتی من دارم میگم خیلی اولیه و ساده است. ادبیات و نوشته های مذهبی یهود شامل توراته که 5 صفر است که میگن به گفته شده به وسیله موسی آمده، موشه بن امرام. 39 جلد کتاب انبیاست که انبیا یهود هستن که لحنشون و بیانشون خیلی دست چپی تره، خیلی انسانی تر هستش. کتاب میشناس که حدود 200 سال نوشتهش طول کشیده و کتاب تلموده که جمعاً 1500 نفر مؤلف داره و 6 قرن طول کشیده و افتخار نوشتنش مقدار زیادیش مال سرزمین است که ما به نام سرزمین قدیم ایران میدونیم که شامل غرب ایران و شرق عراق باشه. و کتاب تلمود امروز بزرگترین منبع بحث درباره شرعیات و تمام فرهنگ یهودی، نه فقط شرعیات، همه چیز اون چیزی که به فرهنگ مربوط میشه. نکته دومی که خواستم عرض بکنم، فقط یه لغت میگم، در یهودیت معصوم وجود نداره، ما نداریم معصوم. یعنی موسی هم معصوم نیست، موسی هم گناهکاره، یعنی خطا کرده، اشتباه کرده، آدم بوده، فکر کرده. تنها کسی اشتباه نمیکنه که صبح توی خونه خودش زندان بکنه و جایی نره. هر کسی که از در خونه اومد بیرون در یک بیزنسی، در یک زندگی، در یک رابطه انسانی، رابطه اجتماعی، رابطه سیاسی برخورد کرد، یه جایش اشتباه میکنه از یه دیگه. نکته دیگه هم خواستم عرض بکنم، یکی از منابع عظیم، خیلی 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 عظیم که مرگ منابع یهودی ازش این هستش، مقدار بسیار زیادی از کتیبه‌ای هستش در اوائل قرن 20 در شرق بحرالمیت به وسیله یک چوپان اردنی که اشتباه بوزش به طرف یک غاری رفته بود و این سنگی پرتاب کرد و صدای ناهنجاری را، صدای غیر عادی را توی غار دید و رفت داخل اون غار و اونجا دید تعداد خیلی خیلی زیادی کوزه هستش که تومارهایی درش نوشته و این تومارها از اون موقع تا الان داره بررسی میشه و این اصالت کتب یهودی را، اصالت تورات را، اصالت انبیاء یهود را کاملا ثابت میکنه. و اینا در دنیا چرخوندم و من شخصا تونستم اینو ببینم و نزدیک مطالعه بکنم و باش آشنایی دارم. اینه که خواستم عرض بکنم اون چه که در مورد مسائل مذهبی، تغییر مذهب خواستم عرض بکنم، این تغییر نه، تفسیر مذهب خواستم عرض بکنم، توجه داشته باشه که ما در ایرانی زندگی کردیم که من یادم هست، دوستانی که اینجا هستن یادشون هست که در زمان حیات من در ایران تعداد زیادی واقعا سران سیاسی، اجتماعی، فکری به و در حقیقت فرهنگی ما را به دستور مذهبیون کشتن. سپاسگزارم جناب دکتر ابراهیمیان. جناب دکتر آقاسی، از حضورتون در برنامه متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید. واقعا متشکرم از حضورتون، همینطور از جناب عالی محبت کردید. هفته آینده همین گفتگوها رو در خدمت من هفته آینده ادامه میدیم. دو هفته آینده نیست. یه فکر دیگه میکنیم و هر جا که هستید بینندگان عزیز، دو هفته بعدش با آقای دکتر ابراهیمیان خواهیم بود. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار بکام.